شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز در خطابش به جلسه مشترک پارلمان پاکستان بیان داشت که پاکستان در آغاز سده جدید در خط مقدم نبرد بین المللی با دهشت افغانی قرار داشته و کوشش ها و قربانی های عظیم را متقبل شده است. رئیس جمهور چین همچنان خواستار همکاری های نزدیک اقتصادی میان دو کشور شد. اظهارات آقای شی یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مقامات پاکستان و چین دیروز یک قرارداد پروژه‌های زیربنایی و انرژی به ارزش 46 میلیارد دلار را با امضا رساندند. رئیس جمهور چین همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را وابسته با امنیت دانست و بیان داشت که هر دو کشور منافع و اهداف مشترک امنیتی دارد. ما باید در حالت دشوار کنار همدیگر بیستیم و به طور مشترک در برابر مشکلات امنیتی مقابله کنیم. هر دو کشور ما منافع و اهداف مشترک امنیتی دارد. در طول سالهای گذشته پاکستان در برابر هر نوع مشکلات ایستادگی کرده است و به شکل عالی در تامین امنیت و ثبات در منطقه غربی چین کمک کرده است. و این چیزی است که هیچگاه آن را فراموش نخواهیم کرد. آقای شی همچنان از پاکستان خواست تا نقش سازندهش را در افغانستان ایفا کند. او بیان داشت که برای پیشبرد پروسه مصالحه در افغانستان با پاکستان یک جا کار خواهد کرد. از جانب دیگر نواز شریف صدر اعظم پاکستان خاطر نشان ساخت که امنیت در چین به مثابه امنیت در پاکستان برایش اهمیت دارد. اجازه دهید آقای رئیس جمهور تا شما را اطمینان دهم که پاکستان امنیت چین را به مثابه امنیت خود تلقی می کند. ما برای از بین بردن دهشت افغانی یک جا مبارزه خواهیم کرد. تلاش های مشترک ما در این راستا موفق بوده، اما ما ضرورت داریم تا برای رسیدن به هدف این تلاش ها را تجدید بخشیم. روابط میان این دو کشور در راه صلاح استعی با نگرانی معمول هند و میل برای ایجاد سد راه در برابر نفوذ ایالات متحده در آسیای جنوبی همراه می باشد. مذاکرات برای نهایی سازی پلان فروش 8 تحت البحری به پاکستان نیز میان دو کشور جریان دارد. با وجود آن که در مورد این معامله در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور چین برای رسانه ها چیز گفته نشده، اما صدر اعظم پاکستان بیان داشت که کشورش در انتظار همکاری های بیشتر دفاعی با چین می باشد. روابط دفاعی ما قوی است و قرار است که این روابط در سالهای آینده قوی تر شود. روابط نزدیک سیاسی و نظامی میان چین و پاکستان از سالهای طولانی بدین سو ادامه دارد که یکی از دلایل این کار موضع‌گیری همسان آنها در برابر هند دانسته می شود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.